سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. من مسعود هستم. امروز میخوام آخرین آپدیت مایکروسافت روی ویندوز 10 رو بررسی کنم که اپریل 2020 برای کاربرهای حرفه‌ای‌تر مایکروسافت ارائه شده. اما قبل از اینکه بریم این امکانات رو بررسی بکنیم، ازتون میخوام اگه از این دست ویدیو خوشتون میاد کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. حالا بریم ویندوزمون رو آپدیت بکنیم و از این امکانات لذت ببریم. خب دوستان، الان من میخوام ویندوز خودم رو آپدیت بکنم و نسخه پریویو ورژن مایکروسافت رو دریافت بکنم. اما قبلش میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید ورژن و بیلد ویندوز خودتون رو ببینید. خب برای این کار از منوی استارت میتونید گزینه ستینگ رو انتخاب بکنید، یا اگر این گزینه ستینگ رو اینجا ندارید و ویندوز 10 تون نسخهش پایین تر هستش، میتونید از نوتیفیکیشن سنتر گزینه آل ستینگ رو انتخاب بکنید. هر دوتای این مسیر شما رو میاره در پنجره ویندوز ستینگ. حالا برای اینکه بتونید ابات رو ببینید، میتونید توی سرچ باکس در واقع تایپ بکنید ابات و About Your PC رو انتخاب بکنید. توی پنجره About شما هم Device Specification رو دارید، هم Windows Specification که در واقع شامل مشخصات سخت افزاری و سیستم عامل کامپیوترتون میشه. اینجا من ورژن رو دارم، ورژن 19.09 که اشاره میکنه به ماه نهم سال 2019 که تاریخ ریلیز در واقع این ویندوز هستش. خب توضیحات اضافه دیگه ای نداره. بیلدش هم در واقع 18.363 هستش و تاریخ نصب رو نشون میده و از اینکه من که از چه نسخه ای از ویندوز استفاده میکنید، نسخه ویندوز من 10 پرو هستش. برمیگردیم عقب توی پنجره ویندوز ستینگ. این دفعه من آپدیت اند سکیوریتی رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید طبق تقویم ویندوز من که الان 7 می 2020 هستش، آخرین آپدیت ویندوز برای من انجام شد. برای اینکه اطمینان پیدا بکنم یک بار دیگه این دکمه آپدیت رو میزنم، چک میکنم ببینم آپدیت جدیدی وجود داره یا نه. اگر وجود داشته باشه دریافت میکنه. اما مد نظر ما دیگه این آپدیت ویندوز نیست، چون آپدیت مورد نظر ما در واقع آپدیت پریویو ورژن هستش که ما حتما باید جزء در واقع اینسایدر های ویندوز باشیم تا مایکروسافت اون آپدیت رو برای ما نمایش بده. برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید وارد ویندوز اینسایدر پروگرام بشیم. اما حالا در واقع اینسایدر ها کیا هستن؟ چه افرادی هستن که مایکروسافت اونها رو در واقع اینسایدر موسوم میکنه؟ اینسایدرها به سه دسته تقسیم میشن: افرادی که در واقع تحت آموزش های مایکروسافت هستن و در واقع ترینینگ کیت های مایکروسافت، ترینینگ کیت های سرور و شبکه‌ای مایکروسافت رو دنبال میکنن. دسته دوم دیولپرهایی هستن که روی پلتفرم ویندوز اپلیکیشن تولید میکنن. و دسته سوم کمپانیایی هستن که در واقع برای سخت افزار خودشون درایورهای ویندوزی در واقع طراحی میکنن و اون درایورها رو با آخرین نسخه ویندوز به روز رسانی میکنن. اما این سه دسته یک ویژگی مشترک دارن، اون هم در واقع پاسخی هست به اون برون سپاری جمعی که مایکروسافت با پریویو ورژن انجام میده. هدف مایکروسافت از این کار چیه؟ اینکه افراد بیان و با ریپورت هایی که به مایکروسافت میفرستن باگ ها و اشکالات در واقع اون نسخه از ویندوز رو به مایکروسافت اعلام بکنن و در واقع با این برون سپاری جمعی در واقع یک اصلاح روی بهبود کیفیت اون ورژن از ویندوز انجام بشه. همونطوری که میبینید یک متنی رو این بالا آورده و همونطوری که من قبلا بهتون گفتم هر سه گزینه‌ای که در واقع شما انتخاب می‌کنید، هر کدوم از سه گزینه‌ای که در واقع شما انتخاب می‌کنید توی پنل ویندوز اینسایدر پروگرام، چه فست باشه چه در واقع اسلو باشه یا پریویو باشه،
هر سه گزینه همونطوری که گفتم کاملا سیف هستن. این متنی که این بالا نوشته در واقع یک سهی به صحبت های من میذاره، به حرف های من میذاره که نوشته The next Windows feature update is ready and include reliability, performance and security improvements که در واقع شامل این سه امکان میشه که هر ستاش خب جنبه های مثبتی داره، پرفورمنس بالایی داره و ارزم بزرگیتی که سکیوریتی کاملا خوبی داره و دیگه اون ذهنیت که افراد فکر میکنن اگر پریویو ورژن استفاده بکنن باگ داره و اون باگ ها دوچار مشکل میکنه اونا رو، این چیزها دیگه کاملا توی نسخ های جدید ویندوز 10 از بین رفتن. خب من دوباره برگشتم، البته بعد از اینکه آپدیت ویندوزم تموم شده. قبل از هر چیز اول بریم سراغ اینکه ببینیم ورژن سیستم عامل چه عددی به خودش گرفته. میایم تو قسمت عباد. خب حالا الان همونطوری که میبینید ورژن ویندوز من شده 20.04 که واسه اپریل همین امسال هستش با OS Build 19.041. حالا الان میتونیم بریم سراغ این که چه ویژگی های جدیدی در واقع چه امکانات جدیدی به ویندوز در ابتدای در واقع تو نیمه اول سال 2020 اضافه شده. اولیش ویرچوال دسکتاپ هستش که خب این روی ورژن قبلی هم بود، اما امکانی که جدیداً بهش اضافه شده اینه که شما میتونید تک تک در واقع دسکتاپ هایی که در واقع ازشون استفاده میکنید رو رینیم کنید و به هر کدومشون یک اسم اطلاق بکنید. من الان مثلا دسکتاپ یکم رو اسمش رو میذارم وب و الان اگر وارد بشم اسمش وب هستش. دسکتاپ دوم رو رینیم میکنم اسمش رو میذارم اریا و دسکتاپ سم رو اسمش رو میذارم مدیا مود. من معمولا روی سه تا دسکتاپ کار میکنم و در واقع دسکتاپ هام رو همینجوری میچینم. من الان خیلی خوشحالترم که میتونم اسم بدم به دسکتاپ هام و در واقع اینا رو با اسم از هم دیگه تفکیک بکنم. کسایی که حرفه‌ای تر کار میکنن تقریبا همش در حال اینن که دسکتاپ هاشون رو ورق میزنن، معمولا خیلی پنجره ها رو مینیمایز نمیکنن و این امکان اولی بودش که اضافه شده. بریم سراغ امکان دوم. امکان بعدی که به این آپدیت اضافه شده کورتانا هستش که در واقع اسیست نرم افزاری مایکروسافت هست. از ابتدایی که ویندوز 10 وارد مارکت شد کورتانا همراهش بود، منتها توی آپدیت جدید دیگه از اون حالت پاپ آپ خارج شده و به صورت پنجره در اومده، در حدی که میتونید پنجرهش رو فول سایز بکنید. من با مایکروسافت اکانت خودم روش ساین این میکنم. کاملا چت بیس شده و شما میتونید در واقع با اسیست خودتون یه جورایی چت بکنید. من میخوام که از نسخه بهتاش استفاده بکنم که رفت برای آپدیت. خب این امکان دوم بودش. حتما آخر ویدیو بعد از اینکه آپدیت تموم شد امکانات جدیدش رو با هم دیگه بررسی میکنم. من این پنجره رو مینیمایز میکنم و میریم سراغ امکان سومی که به آپدیت جدید اضافه شده. امکان سوم توی پنجره تسک منیجر هست، در قسمت پریفرنسز. همونطوری که میبینید در واقع قبلا شما سی پی یو
مموری که همون رم سیستمتون میشه، دیسک 0 و دیسک 1. من روی لپتاپم دو تا هارد درایو دارم که یکیش SSDه، یکیش هارد دیسک معمولی هستش. وای فای و تا همین جا رو بهتون نشون میداد در واقع پرفورمنسش رو. الان جی پی او ها رو هم آورده اضافه کرده و شما توی دیتیل حتی تمپرچر جی پی او ها رو هم میتونید ببینید که در واقع روی این لپتاپ دو تا جی پی او، یکی آنبورد و یه دونه در واقع ددیکیت داره. اینم از گزینه سوم. امکان چهارمی که میخوام براتون معرفی بکنم در واقع امکان محدود کردن بندوید دانلود آپدیت ها هستش. شما میتونید اگر بندوید اینترنتی که دارید استفاده میکنید محدودیت هایی داره و در واقع آپدیت داره سرعت اینترنتتون رو میگیره، با این ویژگی که الان بهتون نشون میدم در واقع بیاید و سرعت دانلود آپدیت ها رو لیمیت کنید. وارد سیتینگ بشید، آپدیت اند سکیوریتی. توی قسمت ادوانس آپشنز یه گزینه این پایین هستش به اسم دلیوری اپتیمایزیشن و بعد از اون دوباره میتونید در واقع روی گزینه ادوانس آپشن کلیک کنید. دقت بکنید دو تا ادوانس آپشن دارید. حالا اینجا توی قسمت ابسولوت بندوید میتونید در واقع بهش بگید که چند مگابیت پر سکند در واقع لیمیتیشن داشته باشه وقتی که توی بک‌گراند هستش و وقتی که توی فورگراند هستش. مفهوم بک‌گراند و فورگراند در آپدیت چیه؟ یه زمانی هستش پنجره آپدیت برای شما بازه، یعنی فوکس شما روی آپدیت کردن هستش، اونجا میاد طبق لیمیتی که دادید سرعت خودش رو افزایش میده که معمولا باید این سرعت رو بالاتر بذارید البته، ولی یه زمانی هستش شما فوکستون روی یه کار دیگه هستش و در واقع پنجره سکیوریتی اند آپدیت رو مینیمایز کردید و داره توی بک‌گراند این آپدیت رو انجام میده، اون زمان در واقع شما میاد یه بندوید پایین‌تر بهش اختصاص میدید که در واقع من توی این قسمت فعلا این ستاپ رو ست نمی‌کنم. اما امکان ششمی که روی ویندوز اضافه شده چی هستش؟ امکان ششم آپشنال فیچر هستش که یک سری فیچر ها از قبل روی ویندوز من نصب شده و اگر بخوام فیچر جدیدی اضافه کنم با زدن مثبت در واقع میتونم یه فیچر جدید اضافه بکنم. یکی از فیچرهایی که من نصب کردم در واقع فیچر گرافیک تولز هستش که این رو خودم نصب کردم. حالا اگر بخوام ببینم که این گرافیک تولز چی هستش شاید اینجا بتونم پیداش کنم. که خب این فیچر احتمالاً در واقع به فیچرهایی که تحت اپ برای من قرار گرفته نمیشه اضافه شده. This adds direct graphics tool support. در واقع این فیچری این کار رو انجام میده که حجمش هم 139 مگابایته، همچنین خیلی سبک هم نیستش. اما بریم سراغ امکان هفتمی که ویندوز جدید برای ما فراهم کرده، ریکاوری هستش. من از طریق سیتینگ وارد پنجره ویندوز سیتینگ میشم، گزینه آپدیت اند سکیوریتی رو انتخاب میکنم و بعد میرم سراغ ریکاوری. توی قسمت ریکاوری با زدن گت استارت شروع میکنم در واقع به ریکاوری کردن ویندوز خودم. گزینه کیپ مای فایلز رو انتخاب میکنم. امکان جدیدی که اینجا اضافه شده اینه که شما هم از طریق کلاد در واقع میتونید دانلود بکنید و رینستال بکنید ویندوز جدید رو و هم از طریق لوکال. قبلا فقط گزینه لوکال رو داشتیم. این بود از در واقع این بود هفت امکان جدید. البته امکانات بیشتری هم اضافه شده، من سعی کردم اونایی که بولتر هستن رو معرفی بکنم. این چهار امکان در واقع هفت امکان جدیدی بودش که توی نسخه 2004 به آپدیت های ویندوز اضافه شده. مرسی دوستان، مرسی که تا اینجا ویدیوی من رو تماشا کردید. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای جذابتری براتون آپلود میکنم و تا برنامه بعد.